بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و عترته الطیبین الطاهرین و کان من دعائه علیه السلام بخواتیم الخیر. یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجات للمطیعین. ای خدایی که ذکر او شرف است برای یاد کنندگان او، ای خدایی که شکر او رستگاری و نجاح است برای سپاسگزاران و شاکران او، و ای خدایی که طاعت او نجات است برای اطاعت کنندگان او. درود بفرست بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر، و پروردگارا مشغول کن دلهای ما را به ذکر خودت، چنان که از فکر و ذکر غیر تو دور شود، باز بماند. خب، جملات قبل نکات مهمی لازم بود که مطرح شد، خصوصا در جمله پیشین که طاعته نجات للمطیعین، خدایی که طاعت او نجات است، نجات مصلحت دنیاست، نجات مصلحت آخرت است، نجات خانواده است، نجات جامعه است، نجات جسم است، نجات روح است. همه مصالح انسان بر اساس اطاعت فرمان پروردگار و متعال با رعایت حلال و حرام الهی تضمین می شود. هر که بخواهد نجات را، النجات فی الاطاعه فی اطاعت رب. بعد از درود بر پیغمبر و آل پیغمبر که این دع به حضرت سید الساجدین است و قبلا علتشو بیان کردیم، عرضه می دارد پروردگار و وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر، مشغول کن دلهای ما را به یاد خودت از یاد دیگران، یعنی بازدار از یاد دیگران، متوجه خودت کن و بازدار از دیگران. چند جمله برای شما درباره شغل بگم. وشغل قلوبنا، تقریبا در این شروحی که مطرح شده، این مطالبی که مطرح شد تو اکثرش نیامده در شروح صحیفه سجادیه. این مثلا همین بحث شغل، خب اینجا بالاخره این جمله وشغل رو که حضرت استفاده کرده اند، به کار برده اند، یک مطلبی، مطالبی، نکاتی دارد. شغل کمافی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ریشه شغل ما یقابل الفراق و الخلع، نقطه مقابله که به ضدش شناخته میشه، نقطه مقابل فارغ بودن و خلع، خالی بودن و رها بودن. شغل عرض به این که هر نوع عملی که کاری که معنایش این باشه که این رها نیست، فارغ نیست، این شغله. البته عمل کل شیئن به حسبه، عمل کل شیئن به ما یناسبه، هر چیزی به اقتضای خودش. بگیم فلان فرد شاغل است، کارگره، کار میکنه، وقتش بیکار نیست. علیکم السلام و رحمت. یا گاهی وقتا مثلا میگیم که بله در اندیشه فلان فکرش مشغوله. بله، خب عمل فکر، اشتغال فکر با کار فیزیکی و بدنی فرق داره. عرض شد به این که مثلا فلان جاریه
مشغوله. این مشغوله این یعنی که ازدواج کرده مثلا، این رها نیست، فارغ نیست. یا اینکه عرصت به این که فلان مکان مشغوله، بگن بابا این اتاقها اشغاله. اشغاله یعنی چی؟ یعنی اینکه این کسی توش استفاده میکنه، نمیشه شما برید دیگه. که همه اینها، این اشغال، این شغل در نقطه مقابل فراغ و خلع و خالی بودنه. در آیه قرآن هم از این ماده استفاده شده، در سوره فتح آیه 11، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا. اون کسانی که عرض کنم نیامدن به میدان جنگ، میگن که ما را مالمان و اهلمان مشغول کرد، یعنی فارغ نبودیم بیایم جنگ. یعنی معنیش اینه که آدم بیکار باید برن جنگ. بله، خدا مذمت میکنه اینها رو. یعنی ما مشغول بودیم به تدبیر امور اهلمان و مالمان که این بازنشستن و تخلف از جهاد به خاطر این بوده که اینها در حقیقت مالشون رو، اهلشون رو، زندگی دنیاشون رو ترجیح دادن بر جهاد در راه خدا. شغلتنا اموالنا و اهلونا، که این اینجا شغل دیگه، اموال و اهل پر کرده وقت را، زمان را، اعصاب را، تا ای که طرف نتونه بره میدان جنگ. اینو انتخاب کرده، ترجیح داده. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، در روز قیامت ان شاء الله اصحاب جنت في شغل فاكهون، که این في شغل که ظرف است متعلق به فاكهینه، یعنی فاكهون في شغل، یعنی متنعم هستن، متلذذ هستن. سوره مبارکه یاسین آیه 55، متنعم هستند اصحاب بهشت، لذت میبرند. فی شغلن، که این عرشبت به این که در حقیقت معلوم میشه روز قیامت آدم مشغول نباشه یک نوع مایه ناراحتیه، اونجا باید فی شغل باشه. لذا این فی شغل رو مقدم داشت، میتونست بفرما اصحاب الجنه الیوم فاکهون فی شغل، ولی این فیشغلن رو، ظرف رو مقدم داشت برای این که بفرماید که این که آدم ها دوست ندارن رها حساب بشن، بیکار حساب بشن، بیخاصیت حساب بشن، این مایه ناراحتی و کدورتشون هست روز قیامت. برای مؤمن اینجوری نیست، این کدورت، این مزیقه ای که فراغت باشد و امثال ذلک، این نیست، اینا فیشغلن. بعد اشاره می‌فرماد که این فی شغلشون، البته اصحاب جنتن دیگه، در فاکهینن. فاکهین یعنی این که متلذذینن، یعنی متنعمینن. که باز این فی شغلن، این یه گونه اشتغال، اشتغال به فکاهت، اشتغال به تلذذ. عرض شود به این که طبیعتاً اشتغال در اونجا به تناسب محیط خودش هست، کما اینکه اشتغال در دنیا متناسب به خودش هست. اشتغال یک انسان به کار، یک جاریه به ازدواج، یک مسکن به سکونت و امثال ذلک، اینها هم اشتغالشون در بهشت به مقتضای محیط بهشت و به تناسب افکارشون، احوالشون، بالاخره لذت‌های روحی، لذت‌های عرفانی، توجهات الهی، جذبات باطنی، ارتباطات معنوی، فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی، اینا اشتغال دارن اونجا. بالاخره همین مثال معروف که میگه خدا از آدم بیکار بیزاره، آدم بیکار بیاره و خدا از آدم بیار بیزاره. اصحاب الجنت هم که در بهش هستن فی شغلن، اونجا اشتغال دارن، فارغ نیستن، منتها فی شغلن فاکهین. بله، تلذذات معنوی فلان، در دنیا هم همینجوری. الغرض ما، غرض من این بود که این اشتغال یعنی این که خلع نباشه، خلع نباشه. دعا میکند حضرت، عرضه میدارد پروردگارا وشغل قلوبنا، دل ما باید مشغول باشه. خواهیم رسید، خواهیم گفت که
دل قربونت نمیتونه مشغول نباشه، دل باید به یک جایی گرفتار باشه، دل باید متوجه یک جایی باشه. اگر خدا نبود هوا هست، اگر خدا نبود شیطان هست. اینو خواهیم گفت. این کلمه شغل رو پس یک توضیح فرهیخته ای جالبی در این کتاب شریف بود که ما گفتیم. اما وشغل قلوبنا، ما قبلا درباره قلب بحث کرده ایم، قلب خیلی مهمه. منتها خب خاطری که در اینجا هم گذرا یک چند نکته درباره خود قلب بگیم که باز هم جناب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم در جلد 9 صفحه 305 می‌فرماد که قلب یک قلب ظاهری سنوبری داریم، مادی داریم که در همین ناحیه چپ سینه ماست، این ناحیه قفسه سینه ما که این خون رو به جمیع اعضا پمپاژ میکنه به وسیله رگها و مویرگها و اینها رو بر میگردونه از اعضا دوباره پالایش میکنه. پس بنابراین این قلب مادی و سنوبری دائما در قبض و بست و دگرگونی هست، یعنی سشیفت کار میکنه. بله، از اون اولی که خداوند متعال ما را در شکم مادر کامل کرد، قلب ما را راه انداخت، بله از همون اول این دیگه کار میکنه تا وقت مرگ ما. و هیچ کدوم از اعضای بدن مثل قلب در تقلب و دگرگونی نیستن، لذا قلب گفته شد. قلب به خاطری که در دگرگونی هست، به خاطری که در انقلاب هست، در همیشه در تکاپو هست، همیشه در تکاپو هست و جریان و حرکت و حیات در زندگی بر اساس حرکت این قلب هست. در حقیقت رئیس مملکت بدن قلب هست و روح انسان هم که میاد، این روح انسان متعلق به همین قلب میشه که این قلب اگر حرکت میکنه اون روح انسانی ما هم متعلق به همین هست و به توقفهی توقف الحیات، اگر متوقف شد این هم متوقف میشه. پس بنابراین این دگرگونی و تقلب مادی ظاهری در این عضو بدنی و مادی منبع حیات و حرکت هست. این یک قلب، یک قلب روحی و معنوی و روحانی هم داریم که اون مجرد هست، منتها میاد قرار میگیره در این قلب بدنی مادی ما، تعلق ارتباط پیدا میکنه با این که عرض شود به این که حرکتش، عملش، حیاتش، بله این نشو و نمایش، رشدش، ترقیش همراه هست با همین قلب مادی که این در حقیقت همون نفس ناطقه ماست، نفس مدرکه ماست، نفس مرید ماست، بله اون روح حقیقت انسانیت ما که حالا بعضی هم تعبیر میکنن به عقل، تعبیر میکنن به عقل که در حقیقت این روح ما هست که فی وحدته کل قوا، یعنی که به تنهایی خودش همه ماست. این پیکره مادی که از خاک اون چه که هویت ما و اصل ماست، این روح ماست که این مرتبط میشه با این قلب مادی و سنوبری و همراه با این هست، بعدش هم باز از این جدا میشه ولی باز باقی میمانه، این روح این باقی میمونه. بله عرض کنم به این که و تمام صفات و روحیات ما مربوط هست به اون روح ما، مربوط هست به اون نفس ما، مربوط هست به اون جان انسانی که خداوند متعال داده. همه چیز مربوط به اونه، غضب ما، خوشحالی ما، محال عبادت ما، عرشت کساله، همه اینا مربوط به اون روح ما میشه، کما این که حرکات جسمانی بدن ما مربوط میشه به این حیات قلب ما، به زندگی قلب مادی ما، قلب مادی ما. پس بنابراین اون چه که حاکم مطلق در وجود انسان هست ظاهرن و باطنن روح ماست که در روحیات عرشت به غیر واسطه عمل میکنه، در امور مادی به واسطه قلب عمل میکنه. دقت فرمودی که مربوط هستن به اینه، روح ما هست که در حقیقت به حرکت در میآورد، جریان زندگی ما را تصمیم میگیرد،
در رابطه با پای ما، دست ما، چشم ما که میخوایم ببینیم، بشنویم، برویم، بگوییم، این روح ما تصمیم میگیره منطقه به واسطه قلب صنوبری ما، بله به واسطه عمل کرده او، و در امور معنوی خودش مستقیم تصمیم میگیره. بله، برای همین هست که این تقلبات و این تحولات در قلب چون هست میگن قلب سالم، قلب متکبر، قلب جبار، قلب غلیظ، قلب منیب، قلب عاصم، قلب مطمئن، قلب مریض، غافل، دچار زیغ شده، دچار کوری شده، دچار قساوت شده، دچار خشوع. ببینید آیات قرآن دیگه، حالا فقط اشاره میکنیم به قلب سلیم، کل قلب متکبر جبار، قلب منیب، عاصمون، بله عاصمون قلبو، قلبه مطمئنون بالایمان، یزیغ قلوب فریق منهم که دچار زیغ شده، قسط قلوبهم، قساوت، دچار قساوت شده دلها. همه اینها به اعتبار نیست که دل یک حالت دگرگونی و تقلب داره، هم اون قلب مادی که در این ناحیه چپ ماست تقلب داره، لذا بهش قلب گفته میشه، و هم اون قلب حقیقی ما که عرض شود به این که اون روح ما، اون حقیقت ما، بله اون مرکز کنش ها و واکنش های ما، اون مرکز خواستن ها و نخواستن های ما. شیخنا، حالا اگر شما تفکیک بکنی بین عقل، عقل اندیشه می کند، قلب می خواهد یا نمی خواهد تصمیم بگیره، اگر دوتاش هم یکی بگیرید، یک جا بگیرید که دیگه مطلب روشن‌تر. پس بنابراین این قلب ظاهری شد و این قلب مادی. پس یک معنا در قلب هست و در موارد مختلف به اعتبار تحولات که داره عارض میشه برش، ما میگیم قلب منیب، قلب متکبر. حقیقت قلب اون نوع تقلب و دگرگونی هست. حالا این تقلب و دگرگونی به سلامت، به تکبر، به جباریت، به انابه است، به اسم، به چه؟ اون دیگه بستگی داره به رفتار انسان و روحیات انسان. عرض کنم به این که این هم از این. خب این قلب که عرض میکند وشغل قلوبنا، آقا این مرکز فرماندهی است دیگر. قبلا به دوستان عرض کرده ام، مثال زده ام که قلب که کانون هست، بله رئیس هست، تعبیر همینجا گفت رئیس مملکت وجود آدم هست، هم اون قلب صنوبری و هم این قلب معنوی، قلب حقیقی انسانی، روح انسان، این رئیس مملکت وجود آدم هست. این خیلی مهمه، این مرکز فرماندهی هست. این مرکز فرماندهی بستگی داره دست کی باشه. دست هر کی که باشه همه چی دست اوست، همه چی دست اوست. این قلب اگه دست خدا شد، بقیه اعضا هم دست خداست. این قلب تحت فرمان خدا شد، چشم، گوش، دست، پا، همه چی فرمان روا. قلب دیگه، قلب خدایی فرمان داد، چشم خدایی میبیند، گوش خدایی میشنود، زبان خدایی میگوید، دست خدایی حرکت میکنه، دست خدایی مینویسه، پا هم به سمتی که خدا میخواد حرکت میکنه، به جهاد فی سبیل الله، به انفاق فی سبیل الله، به صله رحم، بله به احترام به والدین و امثال ذلک، به طلب علم، من مشا فی طلب العلم خطوتین. این قلب وقت خدایی شد این کار میکنه. اما اگر این قلب دست شیطان شد، خب این زبان آدم هم رزل میشه، از ارازل او باش میشه، هر حرفی رو میزنه، هر اهانت رو میکنه، هر چیز رو میگه، دست آدم هر چیز رو، هر چیز رو مینویسه. بله این قلب خیلی مهمه، لذا فرمود وشغل، خدایا مشغول بکن، بیکار نباشه دل ما، منتها مشغول کن دل ما را به یاد خودت، به یاد خودت مشغول کن. پس این قلب در لغت و استعمال عرب به معنای قلب صنوبری و هم به معنای نفس مدرکه و روح به کار میره، و برای کاربرد دقیق معنای قلب در جمله فرمود از سیاق عبارت و قرینه هایی که در کنارش به کار میره باید که بفهمیم که آیا این قلب، قلب خوبه یا قلب بده، قلب منیبه یا قلب عاصمه. لذا این رو مطرح کرده ایم که در قرآن آیه هایی که آمده و قرینه های روشنی در کنارش داره مراجعه کنیم،
معنای قلب را به کمک این قرینه ها به دست میاریم که حالا قلب کدوم قلبه، این دگرگونی در مسیر انابه یا چه یا چه. این قلب در 132 آیه آمده، خود کلمه قلب 132 آیه، و تعبیر دیگر از این قلب به صدر شده که در 44 آیه آمده، و در تعبیر دیگر از این قلب فؤاد آمده که در 16 آیه قرآن به کار رفته. جمعاً خب مهمه دیگه، مهم است که اینقدر پرداخته شده بهش، به عنوان قلب 132، به عنوان صدر 44، به عنوان فؤاد 16. 16 و 44 چقدر میشه آقا؟ 54 و اونم 6 میشه چند تا؟ 60 تا، بله؟ 60 تا، 60 تا و 132 تا؟ نه 60 تا بیشتر، ها احسن، 192 جا قرآن درباره قلب و صدر و فؤاد. حالا اینا ممکنه تفاوتهایی داشته باشه به حیثی فؤاد و اینها، اما در مجموع به یک حقیقت باز میگرده، در 192 جا در قرآن از این حقیقت نام برده شده. عزیز من این خیلی مهمه، خاطر که این کانون بدن هست، رئیس بدن هست، رئیس وجود آدم هست، قلب آدم. این رضا حضرت عرضه می دارد وشغل، خدا این رو مشغولش کن، بیکارش نگذار. منتها به چی مشغولش کن؟ فارغ نباشه، بیکار نباشه. همونجور که اصحاب الجنت فی شغل، بهشتی ها مشغولن، ما هم که در دنیا هستیم بخواهم ایشالا بریم بهش مشغول باشیم. اینجا اگه بیکار و بیار باشیم که اونجا رامون نمیدن به بهش، که اینجا مشغول بشیم، منتها مشغول به چی باشیم؟ با توجه به مواردی که در قرآن ذکر شده و معانی مختلف در حالات گوناگون، میتوان قدر مشترک همه این موارد را در درون سینه ذکر کرد و قلب را از دیدگاه قرآن ابزار شناخت خوبی ها و بدی ها به شمار بیاریم. قلب است که ابزار شناخت خوبی ها و بدی هاست، تشخیص میده خوبی ها را، انابه چه یا اون نکته اون طرف منفی. انسان با بکارگیری صحیح از این قوه شناخ روز به روز بر گنجایش و جلای قلبش می افزاید. یجلو قلبه، قدرت شناخت معارف الهی براش سهلتر می شود. در نقطه مقابل با پا گذاشتن به حیطه گناه و پلیدی، روز به روز قدرت شناخت آدم ضعیفتر و از دست می رود و زیغ می آید، تنگی می آید، زنگار می آید. ان هذه القلوب تصدع کما تصدع الحديد، فرمود دلها زنگار می گیره همجور که آهن زنگ می زنه. بله دیگه، آدم گاهی حال نداره عبادت کنه، حال نداره نماز اول وقت بخونه، حال نداره مسجد بره، گرفتار این میشه. بله، در بیان زیبایی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به نقل محدث مجلسی در بحار الانوار جلد 70 صفحه 33 فرمود ان للقلب اذنین. معلومه که این قلب اون قلب صنوبری مادی نیست، اون حقیقت روحی هست، اون حقیقت معنوی هست، اون مرکز کنش ها و واکنش های وجود انسان، انتخاب انسان، گرایش انسان اونجاست. ان للقلب اذنین فاذا هم العبد بذنب قال له روح الايمان لا تفعل. یه قلب یه گوش داره، وقتی اگه آدم به طرف گناه بره، روح ایمانش که اون فطرت الهیست به یه قلب میگه نکن این کار رو، نروی سراغ این کار، لا تفعل. و قال له الشیطان افعل. ها شیطان میگه نه اشکال نداره، جوونی، حالا کار انجام بده، بعد توبه میکنی و دو سی چار جا پنج جا ده جا مبتلات میکنه، بعد سوار میشه دیگه. بله، وقتی رکاب داد، یک بار رکاب داد، به همون دلیلی که یک بار رکاب دادی به شیطان خم شدی سوارت شد،
به همون دلیل اول، دل دوم هم میشه، سوم هم میشه، دهم هم میشه، و کم کم آدم میشه مرکب شیطان. بله میشه شیطان. امیرالمومنین فرمود شیطان تو دلهاشون خانه کرد و بعدش هم لانه کرد و بعدش هم تخم ریخت و بعدش هم تخم تبدیل به جوجه شیطان شد. نظر به اعیان هم، نطق به السنت هم، با چشم اونها دید، با زبان اونها حرف زد. فرمود قلب دو تا گوش داره، اقدام به گناه که میکنه روح ایمانی فطری الهی میگه آی نکن، قیمتت بالاست، قیمت تا دست نده. اما شیطان میگه نه اشکال نداره، این گناه رو انجام بده. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در رابطه با اینکه قلب مرکز وجود انسانه، بین یک حدیث که طولانی است، قبل و بعد حدیث ما اینقدرش رو انتخاب کردیم آوردیم، بفرماید ایها الناس اعجب ما فی الانسان قلبه، شگفت‌ترین اندام و اعضای درونی همین عرض شد، به این که پاره گوشت که ظاهرش این قلب و اون حقیقت قلب که مرتبط با این هست، این عجیب‌ترینه، شگفت‌ترینه. و لهو مواد من الحکمه و ازداد من خلافها، و سرچشمه حکمت و یا در نقطه مقابل ضد آن است. دیگه بستگی داره که شما کدام یکی را در جهان دو بانگ می آید به ضد، تا کدامین را تو باشی مستعد، تا تو بخوای به کدومی که گوش بکنی، گوش دلتو به کدومی که بدی، به اونی که رحمانی هست. بله. و از اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم و اشهدهم علی قالو بلا، به اون دلم جواب بلا میدهد، صلای تو را صدا بزن که به جان میخرم ندای تو را. اون رو میخوای بلا بگی به صلای الهی، به صدای الهی، یا میخوای به شیطان بلا بگی؟ بله. این هم فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه که در اعجب ما فی الانسان قلبه. و حجاب هایی میاد همونطور که ابزارهای شناخت حسی موانعی دارن، حجابهایی دارن. بابا قلب آدم هم وسیله شناخته، موانع داره. چطور حس شما میتونه موانعی داشته باشه؟ شما چشمت میبینه، اگر مانع جلوش بیاد نمیبینه، اگر تاریک باشه شب نمیبینه، اگر دیوار باشه جلوش نمیبینه، بله دست رو بذاری جلوش نمیبینه، کدورت پیدا بکنه، کدر بشه، قرنیه چشم شما نمیبینه، گرد و غبار بیاد مانع دید چشم شما میشه، قادر به انجام کار اصلی خودش یعنی دیدن نیست. و همینطور دست شما که کار میخواد بکنه، حس میخواد بکنه، اگر یه چیزی روش بکشن، لایه روش بکشن، این حس رو نمی کنه. بله. و همینجور بقیه احضر زبان شما و همینطور گوش شما، این حواس ظاهری، اینها اگر موانع بر اونها قرار بگیره، کاری که باید انجام بدن نمیتونن انجام بدن. انسان هم ممکن است با وجود آوردن حجاب ها و موانعی راه شناخت قلبی و معرفتی را بر خود ببندد و چشم دلش را چکار کند؟ کور کند. پس اول باید حجاب ها را از جلو دیده قلب برداشت، موانع معرفت رو باید کنار زد، بعد سراغ شناخت حقایق رفت با دل. در برخی از آیات قرآن سخن می شود از کوردلی، از نابینایی دل، که بزرگترین مانع درک حقیقت و رسیدن به مقام کشف و شهود است. کسانی که در مدت طولانی در ظلمات جهل و خودخواهی و غرور و گناه فرو میرن، اینا باعث میشه که بله بینایی دلشون رو از دست بدن، کور بشن، کر بشن. آفتها، حجابهای دل گاهی خفیفن، گاهی شدیدن،
گاهی گرد و غباری میاد روی دل می نشینه، گاهی وقتا نه، لایه های سنگین میاد، لایه های سنگینی که با هر وایتکس و با هر صورت دیگه تیزاب هم از بین نمیره. گاهی اینجوریست، شما یک لوله رو یه وقت هستش که یه چیزای معمولی پر میکنه، شما یک مقداری مواد شوینده چیزی میریزی یا یه آب پرفشاری میبره، گاهی وقتا لوله رو سیمان پر میکنه. سیمان پرش کرده دیگه، لیوان کارش نمیشه کرد، این سیمان رو باید لوله رو عوضش کنی. دلم همینجوریست، گاهی آفتها و حجابهای خفیف، گاهی شدید، گاهی اونچنان آفت بر دل چیره می شود که انسان در ظلمت کامل فرو رفته و هر نوع قدرت درک و معرفت از انسان سلب می شه، زیغ می شه دل، کور می شه دل. اون بلایی که سر عمر سعد آمده بود، بلایی که سر اینها آمده بود، تا اونجا که این حجاب ها قدری زخیم و قطور می شود که منجر به مرگ، مرگ قلب میشه. قلب مادی کار میکنه ها، قلب معنوی مرده، قلب معنوی مرده دیگه، دل نداره. بله، قرآن هم بفرماد، این قرآن انذار میکند، لیندر من کان حیان، اون آدم زنده را. یعنی چی؟ یعنی آدمی که تو قبرستان نباشن، نه، از زنده جامعه هن. زنده اند، جسمشون زنده است، روحشون زنده باشه، قلبشون زنده باشه. بعضی آدم ها راه میرن مردن، زندگیشون به زندگی حیواناته، خود حیوانات هم قلب ندارن، قلب معنوی ندارن، قلب روحانی ندارن، اینا هم ندارن، بذار قرآن انذارشون نمی کنه. و یکی از وضعیت های دل همین اشتغال است. شیخنا، حالا ما در مراحل دل که گفتیم، اشتغال، مشغول شدنه. حالا این نکته رو بگیم بهتون، بعد از این مقدمات که این دل، اهمیت دل و انواع دل، بله، حالا این نکته رو بگیم که از وضعیت‌های دل یکیش اشتغاله، که دل نمیتواند خالی از چیزی باشد، باید در درون قلب آدم یه چیزی باشد، حالا چه خوب چه بد. خالی بودن قلب در روایات دینی هیچ بیان نشده که قلب طرف خالیه، البته خالی بودن نسبی، خالی نی، دل پره، منتها این درجات داره پر بودنش، یعنی خالی بودن از غیر خدا. خالی بودن خوبه به صورت نسبی، منتها به شرطی که خالی از غیر خدا باشه، یعنی پر از خدا باشه، پر. بالاخره پس قلب خالی نی، پره. اون تعبیری که اون بزرگ درباره حضرت امام خمینی به زبان خیلی شیرین ترکی میگفت، میگو امام خمینی قلبش پر از خدا بود، جای خالی برای کسی دیگه نگذاشته بود، پر از خدا بود. هیچ کی دلش مطلقاً خالی نیست، امکان ندارد که دل کسی خالی باشد. و دین هم ترغیب نکرده دلت رو خالی کن از هم، فرماد دلت رو از غیر خدا خالی کن، از وابستگی های به غیر خدا خالی کن. یاد پروردگار متعال کار قلب است، کار دل انسان هست. مشغول شدن قلب به یاد خدا بالاترین رتبه است که امام سجاد علیه السلام از خدا میخواهد، هم در این دعا و هم در دعای 21 صحیفه سجادیه. در اونجا میفرماد اللهم صل علی محمد و آله و فرق قلبی لمحبتک و اشغله بذکرک. اینجا فرمود بین که و السنتنا، بله، وشغل قلوبنا بذکره، با این تعبیر اونجا فرمود وشغل ها بذکره و انعشه ها بخوفه. خدایا درود بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرست و دل ما را، دلم را برای محبت و دوستی خودت از محبت هر چیز جز خودت خالی ساز. وشغل ها یعنی فقط متوجه خودت کن.
فرق قلبی لمحبتک، فارغ کن برای خودت، مشغول کن برای خودت، بیاد خودت مشغول کن. ونعشه به خوفک، بله، به ترس و بیم از خودت که با آن گناهی نشود بلند مرتبه اش فرما. ونعشه، سرپایش کن. و بالوجل منک، بله، و قوهی به رغبت الیک، و تقویتش کن، توانایش کن با رغبت به سوی خودت، بله، و امله الی طاعتک، و به فرمانبریت متوجه کن. و اجر بهی فی احب السبل الی، وجر بهی فی احب السبل الیک، و در خوشایندترین و بهترین راه های به سوی خودت روانه کن دل ما را، این مرکب دل ما را به این مسیر در حرکت آور. و زلله به رغبت فی ما اندک، و در تمام روزهای زندگیم آن را به خواستن آن چه نزد توست رام نما، رامش کن. زلله فی ما اندک ایام حیاتی کلها کلها. خب عرض کنم خدمتتون که این هم از این نکته. خب حالا در رابطه با این که قلب انسان راهنمای عمل است، و لذا حضرت عرض می دارد وشغل قلوبنا به ذکرک، نکاتی مونده است که نگاه کردیم ساعت میگذره. للکلام تتمتون انشاءالله فردا، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.